بچه های عزیز سلام، خانم آقایون محترم، دختر و پسر گلم، سال نوتون مبارک، بهارتون خجسته. فاطمه خانم سلام، مائده خانم، بچه ها همگی سلام. دیگه اسامی رگباری اومد، ببخشین اسامی رو من نمیتونم دیگه تونتون میاد ببینم. امیدوارم که سال خوبی رو آغاز کرده باشید، دلاتون وجودتون پر از شادی باشه و همچنان با پشتکار تا آزمون خرداد ما پیش برید و انشالله نتیجه عالی هم بگیرید. ما هم خستگیمون در شما. خب بله، همینطور باور کنید منم دلم برای شماها و شنبه این ساعت تنگ شده بود و خدا رو شکر که الان اومدم پلو شما هستم. ممنون. من هم در واقع خوشحالم که کنار شما هستم و امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. بچه ها توی این جلسات 0 تا 6 یا 0 تا 5 درستشه، میخوایم این پیتیری همچین فشرده چکیده با تست همه مباحث رو بررسی کنیم. اولیش آرای ادبی قالب‌های شعری، امروز با 15 تا تست میگیم، توضیح میدیم، سوال جواب میدیم. 10 تا دونه تست هم گذاشتم تکلیفتون که توی در واقع اون سامانه که قبل از در واقع اید و برنامه‌های کلاسامون برمی‌داشتید همونجا میرید توی در واقع فایل‌های شخصیتون برمی‌دارید، اونجا هست. حتما یادتون باشه شما باید بهترین باشید چون لایقشید. این باید اینجوری میگم، پس هیچ چیزی رو از چشم نندازید. یادتون هم باشه الان پرسش پاسخاتون رو تنظیم کنید که با هم همراه باشیم. اینجا من لازم باشه خودم دونه دونه توضیح میدم. چیزی عقلم افتاد، مشکل داشتی، سیستمت MD بود، واسشو بگو. نه بنویس، من انشالله نگاه میکنم و جواب میدم. عالم و آدم جناس ندارند چون عین الف لام دال، یه حرف. ما یه حرف خوندیم دیگه. خب بسم الله بریم سراغ آرایه‌های ادبی و قالب‌های شعری. خب بچه ها هم جواب رو بزنید هم توضیح رو گوش بدید. خواستیدم بیاید توضیح هم بدید، جواب هم بگید، آزادید. فقط خواهش میکنم دقت کنید، پراکنده نشیم. مثلا سوال دستوری الان نداشته باشیم، دانش زبانی یا نمیدونم تاریخ ادبی هیچی نداشته باشیم، فقط روی این دوتا تمرکز داشته باشیم که راحت بریم جلو. بسم الله. چیز خاصی نگفتم. امیر محمد جان، مثنوی و معنوی نیست. مثنوی معنوی کتاب مولاناست که در قالب مثنوی سروده شده و پر از معناست. معنوی به این معنا پر از معانی زیباست. اسم کتابش مثنوی معنویه. قالب شعریش مثنویه. بله. خب بسم الله. بچه ها یه دونه متن دادیم، 4 تا آرایه توش باید تشخیص داده بشه و متوجه شیم کدوم مشاهده نمی‌شود. خیلی تأکید میکنم نصف داستان درست خوندن سواله و متن. خب اگه کسی خواست میتونه بسش بگه ها. زهرا خانم خیلی خوش اومدید. فکر میکنم شما و دوستانی که جدید اضافه شدید که کم هم نیستید توی این بحثا متوجه شید که ما اصلا چه کار کردیم توی اون جلسات تعداد زیاد قبل از اید و الان فشرده اونو انفجاری، واقعا TNT برازنده نام این کلاس هاست، انفجاری همچین همشو بررسی میکنیم جوری که قشنگ یه بسته خیلی جمع و جور تو ذهن جا بشه. امیر محمد جان قدمت رو چشم نمیدونم چون من یه جاهایی یه مطلبی پیش نمیرم برای این بچه ها، استعاره رو مثلا پیش نمیرم. شما پسر نازم، دوست عزیز من امیر محمد جان کریمی که کنکوری هستی، خیلی خوش اومدی. چقدر خوشحالم که این کلاس اینقدر شما علاقه داشتید بیاید. من واقعا خستگیم در میره شما این حرف رو میزنی، ولی من یه جایی پیش نمیرم. میتونی باشی، چرا که نه، اما دیگه من عذرخواهی میکنم ازت، بعضی جاها پیش نمیرم. مثلا جناس رو من به این بچه ها میگم، دیگه تنوعش از بچه ها نمیخوام. ها یاد دادم به بچه ها ولی ما نمیخوایم تو آزمون ها، یا استعاره رو نمیخوایم از بچه ها. پس ممکنه یه جاهایی کمتر از اون چیزی که شرط لازم برای شماست باشه. به هر حال قدمت رو چشم، خیلی هم خوش اومدی. او سید رضا، ارتش هم کجا بود؟ خوش اومدی عزیزم، قدم رنجه کردی، مهمون منی، خوش اومدی به کلاس. ارتشی نداریم، همه ما
درسته من معلمم، ولی من مثل یک دوست برای بچه ها بودم. بچه ها دخترها پسرهای ناز من بودم، مثل یک پدر بودم، معلمشون هستم. ارتشی نداریم اینجا. اصولا اینجوری نگاه نکنید قضیه رو. خب بسم الله بریم سراغ این. بچه ها کنایه، کتاب ها مثل آدم ها هستند. بعضی از کتاب ها ساده لباس میپوشند، بعضی لباس های عجیب و غریب و رنگارنگ دارند. بعضی از کتاب ها برای ما قصه میگویند تا بخوابیم و بعضی قصه میگویند تا بیدار شویم. کنایه، کنایه چی بود؟ کنایه این بود عبارتی رو بگیم، دو تا معنی، یکی معنی کلمه به کلمش، همون معنی ظاهری، همون معنی دم دستی، بیدار شدن، از خواب پا شدن، چشم باز کردن، یه مفهوم پشت پرده، دور از ذهن، بیدار شدن، هوشیار شدن، آگاه شدن، به درک اضافه شدن، به فهم اضافه شدن. اینجا قصه میگن که بیدار شویم، یعنی به ما آگاهی میدن. پس این کنایه از آگاه تر کردن انسانه. به خاطر همین مطالعه خیلی مهمه. آدمی که مطالعه نمیکنه، بچه مطالعه زمان کاغذ نیست، میتونه تو صفحه مانیتور باشه. آدمی که سعی نمیکنه درک و آگاهیشو بالاتر ببره، اون ضرر میکنه. پس این کنایه داره، همین یه جملهش کافیه. کنایه جای دیگه هم داریم ولی همین کافیه. قصه میگوین تا بیدار شویم، یعنی در حقیقت حرفایی میزنن که ما رو هوشیار رو آگاه کنن. خب کنایه که داریم، ما میگیم کدوم مشاهده نمیشه، فعلا اینو خط بزنیم. بچه ها کتابه داره قصه میگه، کتابه داره لباس میپوشه، تشخیص رو داریم. دوستان عزیز، تشخیص همون جانبخشی بود، یه پله بالاتر. ما جانبخشی رو گفتیم، یه موجود غیر زنده رشد میکنه، حرکت میکنه، جا به جا میشه، خب این موجود زنده است. این تا اینجا جانبخشی. اما موجود غیر زنده و موجود غیر انسان وقتی حرف بزنن، فکر کنن، اون موقع دیگه تشخیص شخصیت دارن. پس تشخیص یه ذره جانبخشی بالاتره. بله ما شخصیت داریم، بهش میدیم، داریم. پس اینم جواب ما نیست، ما مشاهده نمیشود و میخواییم. اما مون جناس و تلمیح. تلمیح چی بود؟ ها؟ تلمیح این بود که آیه، حدیث یا یه داستان تاریخی، کلمه، معنی، اشاره، تیکه ازش بیاد توی نوشته. ها؟ ما چیزی میبینیم اینجا؟ خیر، مشاهده نمیشود، تلمیحه. اما جناس داریم. بچه شما بنویسید کلماتی که جناس دارن اینجا، دوتاشو پیدا کنید. دوتا دوتا میتونید، دو سه گروه هست، پیدا کنید بنویسید. من دارم نگاه میکنم. هاوم های جمع با ما جناس نداره. ها بچه ها کلمه نیست، ها نشانه جمعه. لطفا کلمه بنویسید، ما کلمه است، کلمه مستقل باشه. عجیب و غریب جناس ندارند. ما و تا، بارکالله، بارکالله، حالا شد. ما تا دوتا کلمه است، تموم شد، تموم شد جناس. حالا دیگه بچه ها اینا جناس ناقص اختلافی و اینا نمیخوایم، نه، همین جناس، دوتا کلمه، دوتا کلمه، میتونه دوتا ضمیر باشه، دوتا حرف باشه، دوتا صفت باشه، دوتا قید باشه، دوتا اسم باشه، فرقی نمیکنه. حتما بچه ها همونطور که میبینید حداکثر توی یه حرف اختلاف باشه. در و دل چرا؟ حالا اگه دل بخونیم بهتره، ولی ما اتا خیلی قشنگ بود. دارند و ندارند، سوال قشنگیه امیر عباس جان. دارند و ندارند جناس نگیرید. دارند ندارند نو، همون دارنده که نون نفی بهش اضافه شده. جناس دو کلمه مختلف باید باشن. ندارند همون دارنده که منفی شده، اینو نگیرید. اصلا ذهنتون رو پاک کنید، مثبت و منفی یک فعل رو پاک کنید، زن کلمه مخالف باشه. مثلا در و سر، درد و سرد، سود و رود، رود و روده، دو تا کلمه مختلف باشن. نه عجیب و غریب جناس نیست. محمد جان جناس وقتی بود که کلمه ها، کلمه جنس و ما گوشمون آشناست، جنس بیانی کلمه ها. من میرم توی صفحه سفیده برمیگردم. بچه ها بذار برم تو صفحه سفید یه بار جناس رو بگم، چون ما دوست خیلی عزیزی هم داریم که امسال کنکور میخواد بده، اومده کلاس ما نشسته. چقدر خوبه، چقدر عالیه، امیدوارم من به دردش بخورم، امیدوارم
این خیلی خوبه، خستگی من در میره که یه همچین دوستان نازنینی پیدا کردیم. بچه ها جناس لطفاً دقت کنید یه آرایه برجسته ایه، به خاطر میگم چون چشمیه و تو لفظه با معنیش کاری نداریم. خب میگه جنس کلمه ها شبیه هم باشه. اولیش من انواعشو میگم اینجا خودتون دریابید، مینویسم، قبلا هم گفتم الانم میگم واسه دوستانی که جدیدن. میگه تام، میگیم آقا شیر و شیر، شیر و شیر. بچه اینا رو هم نویسه هم میگن، هم نویسه شیر و شیر، این هم نوشتیم این هم خوندیم اما متفاوتن. مثل زبان، زبان عامل ارتباطی انسان ها و زبان، عضله زبان در کام تکون خوردنش سبب بیان ما میشه، زبان و زبان، اینو جناس تامن. کلمه هایی که دو یا سه کلمه حداقل معنی متفاوت این هم می نویسیم این هم می خونیم که هم نویسم میگن جناس تامه. خب بچه سعی کنید از اینجا چیزی ننویسید لطفاً که این تکون نخوره صفحه، یه لحظه همینجا نگه دارید چیزی ننویسید، اینو تموم کنم بعد. پس جناس تام. اما جناس ناقص، جناس ناقص بچه، جناس ناقص ما یا توی زیر و زبرهاش حرکتی، نقصی در حرکت این کلمه ها هست. بچه رفتن یعنی پاک کردن، رفتگر از این رفت، این او رو دقت کنید، و رفتن رفت، رفت آمد. ببین زیر و زبرشون عوض میشه یه کلمه دیگه است کلن حرکتش. ها او وقت ناقص دیگه داریم بچه ها، مثل بهش میگن اختلافی. من که ناقص اختلافی ما سه مدل بگیم در ابتدا، الان میگم یعنی چی در ابتدا، در میانه و در انتها. اینا رو میخوام حالا یه ذره، کلمه های ما اختلاف دارن. من مثال ها رو ساده میزنم با اجازتون. دو تا کلمه تو ابتداشون اختلاف دارن، مثال مثل مثلا دیگ و ریگ، حرف اول در ابتدای کلمه متفاوته. اگر میانه باشه مثل شور، نگاه کنید بچه ها، و شیر، نگاه کنید واجه وسطی، صدای وسط رو نگاه کنید، او ای، اختلاف دارن. یا در انتها باشه مثل گام و گاز. پس اینا اختلاف دارن بچه ها. جناس که گفتم جنسشون یکی، گوش اینا رو وقتی بیان میکنیم ببین خیلی نزدیکه به هم میشنوه. من یه مثالی همیشه به بچه های گلم میگم، میگم بچه ها دقت کنید اول ابتداییمون یادمون بیاد خانم معلمم قصه چه؟ املا میگفت، دیکته میگفت، بعد ما دست بلند میکنیم میکنیم خانم گفتی مثلا نان یا نام، چون نان و نام یه ذره سری گفتشه خیلی شبیه همه. ببین جنس بیانشون خیلی نزدیکه. بحث اینه. ببین دیگ ریگ، من تون بگم تو میگه چی گفتی دیگ یا ریگ، تشخیص خیلی سخت میشه، نمیگم بقیه ناممکن ها، میگم سخت میشه جنس بیانشون. خب این اختلافی. بعدیمون چیه؟ افزایشی یا کاهشی. یعنی چی؟ باز بچه ها در ابتدا اینجوری بکنم قشنگ درک میکنیم، در میانه و در انتها. یعنی یک کلمه یه حرف بیشتر یا کمتر داره از اون دیگری،
من مثال خیلی ساده رو همیشه میزدم، میگفتم شما میگید باد، نگاه کنید باد و مباد. باد جابجایی هوا، مباد نشود. من دو یه جور دعاست دیگه. ببین یه حرف ابتدا اضافه شد، حالا بگو میانه اضافه بشه. مثلا به کلمه یا کمشه فرق نمیکنه، به کلمه دور یا همزه الف اضافه کنی، داور. ببین انتها بره شام، شال، این قشنگ تره. شال چیزی که گردن می نازیم، شالی، شالی که برنج میکارن. ببینید پس بچه ها جناس یعنی کلمات جنس بیانشون به هم نزدیک شه، یا این همه هم نویسه ها جناس تام، یا ناقصه. ناقصا یه مدلش حرکتیه، زیر و زبرشون، اوشون، صداهاشون، باچه مصوتشون متفاوته، یا اختلافیه، تو یه حرف اختلاف دارن، یا افزایشی کاهشیه، یکی یه حرف بیشتر یا کمتر از اون دیگری داره. شور و روش جناس نیست، نه نه. ببین شما جابجا کردی حروفا، این دیگه جناس نیست. مینا جان حتما از سوال برو تو متن، الان داریم تو سوالمون، تا الان داشتیم. هرگز سوالایی که متن بهتون میدن ابتدا متن رو اصلا نخونید، برو سوالو بخون ببین چی میخواد، همونو تو متن پیدا کن. من یه مثال بهت میزنم، بذار مثال ساده بزنم. ببین فرض کن رفتی شکار، فرض کن اصلا بازی رایانه‌ای، حالا شکار واقعی چه میدونم، با شکار حیوانات شاید خود منم خیلی موافق نیستم، بازی رایانه ای، یه جنگلی پر از حیوان، بهت یه تیرکمون دادن، بهت میگه آقا برو مثلا یه افعی شکار کن. خب تو دیگه با بقیه جنگل کار نداری، فقط میگه یه افعی رو پیدا میکنی، چون واسه مشخص کرد، هدف داد بهت. پس سوال هدف میده، سراغ اون هدفه برو، متن اول نخون، این بهترین راهه. آره بچه جناس اشتقاق اینا محمد معین اصلا من نمیخوام به هیچ عنوان، حتی اینا هم نیم، چون خود جناس معمولا اون جناسی که از شما میخوان اینا تلفیقشو به شما میگن، تنوعشو نخواستن. تو آزمونا نمیگن جناس اختلافی فلان. خب پس اشتقاق اینا نمیخواد. آیناز جان باد اگر فعل دعایی باشه و مباد فعل منفیش، بله، ولی اینجا باد به معنی جابجایی هوا و مباد به معنی اون نباشد. من توضیح هم دادم، وقتی جابجایی هوا باشه حالا دیگه اضافه است، دو تا کلمه مختلفن. آره جناس هم همین است. بله مریم خانم بسیار عالی، درود بر شما. آره اول سوال بخون بعد برو توی متن. سال و مال جناس، بله سال و مال جناس دیگه بهنام جان، بله. خب نه میلا جان باید جواب بدم، من میخوام آرامش بیاد دیگه تو شما. خب این جناس رو دیدیم، بریم توی سوالامون. بریم سوال بعد، بچه ها سریع میتونید بزنید. 15 تا سوال بچه ها، 15 تا سوال آماده کردم واسه امروز که جمع‌بندی خیلی امپیتریه دیگه، دیگه باید شما مشکل نداشته باشید و انصافا توقع دارم عالی ظاهر بشید. میگه آقا شعر رو بخونید، سوال 2، 3، 4 جواب بدید. خب ما شعر رو که نمیخونیم، میریم سوال 2 میگه قافیه کدام بیت متجانس نیستند. متجانس نیستند یعنی داره جناس نیستند. بگید ببینم اسلوب معادله رو هم نمیخواد، تو کتاب درسی نداره، تو آزمون ها نمیاد. سلام پرستو خانم، خوش اومدی عزیزم. مینا جان متجانس همون جناس دیگه، دارای جناس، متجانس دارای جناس، متمایل دارای تمایل، مترادف دارای همردیف، دارای ردیف. بله حسین جان کلمات هم نویسه دارای جناس تامن. آره عزیزم. خب نیستندمون، بله جواباتون رو دارم نگاه میکنم، عالی زدید. مائده بیا، میتونی بیا رو خط، مائده خانم، دخترم میتونی بیا رو خط بینم. میتونی بیا رو خط. خب بچه مائده خانم دخترم اگر تونستی بزن بیا رو خط.
نه عبدالله جان، میشه برای سه کلمه. جناس میتونه تو سه تا کلمه باشه، چرا نمیتونه؟ ما مثال دارم. سلام عزیزم. سلام دخترم. سلام ماهده خانم، شما ای؟ بله بله. خوش اومدی، سال نوت مبارک دخترم. بفهم و توضیح بده. استاد گزینه چهار میشه. خب توضیح بده لطفا. خب ما گفتیم که میریم سراغ گزینه ها. اول ببینیم کدوم گزینه ها رو مد نظرش، کدوم بیت ها رو مد نظرش هستش. توی بیت اول مردان و نیگردان، درسته؟ گردان. آنی گردان. گردان و مردان فقط توی میم و گاف اختلاف دارن با هم دیگه، پس جناس هستن، جناس اختلافی. بعد توی بیت سوم گوید و جوید هم دقیقا مثل همین جناس اختلافی داره. بعد توی بیت پنجم هست و دست هم دقیقا همینطوریه، ولی توی بیت ششم درگاه و راه با هم دیگه جناس ندارن. باریکالله، باریکالله خانم، عالی عالی عالی، درود بر تو، سپاسگزارم. بچه کامل بود دیگه، توضیح کامل داد، درک صحیح از جناس توضیح کن. مرسی خانم، متشکرم، درود بر شما. خب سه بچه ها بزنید بینم، من جواباتون دارم نگاه میکنم، نتایج خیلی عالیه ها، یعنی بسیار امیدوار کننده است. من واقعا منتظر، حالا منتظر لشکری از قبولی های بچه های ناز این کلاس هستم که اینقدر با پشت کار میان. سه میگه اگر تنها بیت اول رو میدیدیم، فقط بیت اول رو به شما میدادم، به نظرتون نمیتونستیم بگیم چیه؟ قطعا نمیتونستیم، یعنی 100% اون قالب شعری نمیشد. نمیدونستیم چی هستا، ولی میدونستیم در واقع چی نیست، کدوم قالب نیست. اگه فقط بیت اول رو میدیدیم. تا جان الان بحث دانش زبانی نکن، تو جلسات بعدی دارم. چشم. چشم، الان گرافیکی قالبا رو میگم. چشم بچه ها، من میرم گرافیکی قالبای شعری رو همه رو میگم، بریم تو صفحه سفیدمون گرافیکی قالبای شعری رو بگم، بعد از این دخترم هم خیلی ممنونم که اومد و اینقدر خوبم گفت و آدم خستگیش در میره با شما کلاس داره. خب بچه ها، قالبای شعری شکل گرافیکشو میکشم. اول دقت کنیم. بله قطعه درست بود. بله بله، نه نه، قطعه بود، قطعه بود، درسته. الان میگم، همه رو میگم. چرا دیگه مینا جان، گردان و مردان قافیه بودن که جناس هم داشتن دیگه. بچه ها شعرا همشون سه تا ویژگی دارن که این سه تا عامل شناختشونه: طرز قرار گرفتن ردیف قافیه، معنی و مفهومی که بهش پرداخته میشه، تعداد بیت. این سه تا ویژگیشه، مثل شناسنامه، دقیقاً این شناسنامه. خب اول بریم سراغ مثنوی. خیلی پرکار برده بچه ها. گرافیکی میگم، خوب دقت کنید، گرافیکی میگم، فرض کنیم مصرع بیت اول، مصرع بیت دوم، مصرع بیت سوم، مصرع بیت چهارم و غسل هازو، من بقیش نمیکشم. میگه مثنوی قیافش میخوای بشناسی اینجوریه. بچه ها میدونیم قافیه اجباری، ردیف اجباری نیست، میتواند نوشته بشود، میتواند نوشته نشود. فرض میکنم، خوب دقت کنید، فرض میکنم این دایره قافیه و ردیف منه کلی. ببینید بیت اول هر دو مصرع قافیه و ردیف خودشو داره. بعد میریم بیت بعدی، بیت بعدی هر دو مصرع قافیه و ردیف خودشو داره. بریم بیت بعدی، بیت بعدی قافیه و مصرع خودشو داره، هر دو مصرع قافیه و ردیف خودشو داره، هر دو مصرع. بیت بعدی، عرض به حضورتون که بازم قافیه، این شکل ها یعنی قافیه و ردیف ها. پس مثنوی بهترین عامل شناختش اول طرز قرار گرفتن ردیف قافیه است. هر بیت، هر دو مصرع ردیف قافیه دارن مخصوص خودش. ویژگی دومش، تعداد بیت های مثنوی نامحدود. بچه ها تا هر جا که میتونی شما برو تو شاهنامه میبینی یه داستان
180 بیته، یه داستان 300 بیته، بخشی از حکایت 500 بیته. پس تا هر جایی که بشه ادامش داد میرن، پس محدودیت نداریم. اینم تعداد بیتش. موضوع، معمولا همه مفاهیم رو تو مثنوی میان بیشتر به زبان حکایت که تهش نتیجه ایم بده، یه نتیجه گیری هم بکنن، قالب مثنویه، بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. پس هر بیت جدا، تعداد بیت نامحدود، طرز قرار گرفتنم ردیف و قافیهش رو میبینیم. این مثنویه، بعید میدونم مثنوی رو کسی مشکل داشته باشه. بله، قالب شعری بعدیمون بچه ها قطعه هستش. قطعه هم خیلی تابلوه. حالا بهش ردیف قافیه میدم. فرض میکنم که ردیف قافیه من اینه. ا چی شد؟ قطعه فقط مصرعهای زوج. این یک. دو، تعداد بیتش بچه ها، قطعه با غزل و چهار پاره تعداد بیتشون حدوداً بین 5 تا 15 بیته، شبیه همن، کمن. 8 بیت، 10 بیت، 12 بیت، 9 بیت، 7 بیت، 11 بیت، این حدوداست. بازی میکنیم. پس اینم تعداد بیت. موضوع قطعه، پرداختن بیشتر قطعه ها به مسائل اجتماعی، نقد و بررسی مسائل اجتماعیه، حالا هر چی میخواد باشه. اینم قیافش، معرفی حضور شما. بریم سراغ بعدی. بعد از قطعه غزل. بچا غزل تعداد بیتش گفتم با قطعه خیلی نزدیک شبیه، بین 5 تا 15 تا، کمه. عمده غزل ها تقریبا تمام، تقریبا ببین نمیگم مطلق، تقریبا تمام غزل ها، خب تعداد بیت که گفتیم بین 5 تا 15، مفهومی بچه گفتم محبت، لطف، صفا، صمیمیت، دوستی، عشق، حمایت کردن از هم، غمخواری کردن، تیمار کردن، تمام مفهوم مشخصه، هیته معانی غزل مشخصه. طرز قرار گرفتن ردیف قافیه شو دقت کنید لطفاً. بیت اول هر دو مصرع، بیت‌های بعدی فقط مصرع‌های زوج ردیف قافیه میتونن داشته باشن. بعد از بیت اول بیت‌های بعدی هرگز مصرع‌های اول ردیف قافیه ندارن. خب قالب بعدی، من به عمد اینجوری میگم ها، میخوام فاصله بندازم، چهار پاره زیاد دیدید، هفتم، شروع کتاب هفتمتون با چهار پاره بود. بچه ها قیافه چهار پاره اینجوریه، نگاه کنید. خوب دقت کنید. همینقدر میشه، بیشترم ادامه نمیدم. چه اتفاقی واسش افتاد؟ من بعد از اینکه ردیف و قافیه اینم گذاشتم توضیح میدم چه اتفاقی افتاد. بچه ها چهار پاره از نظر اینکه فقط مصرعهای زوج قافیه دارن شبیه قطعه است، نگاه کنید قطعه، فقط مصرعهای زوج دارن. اما یک، تعداد بیتش کمه. خب باش، تعداد بیت کم. دو، اگه دقت کنید دو بیت دو بیت دو بیت یا چهار تا مصرع چهار تا مصرع چهار تا مصرع جدا میکنن. تو کتابا معمولا فاصله رو ستاره میذارن، مربع میذارن، فاصله میدن، خالی میذارن. اون وقت نکته اینه، ببینید بچه ها، دو تا بیت اول که فقط مصرعهای زوج قافیه دارن هم قافیان، دو تا بیت بعدی قافیه عوض میشه، دو تا بیت بعدی قافیه عوض میشه. اینم کلیت چهار پاره. موضوعیش با قطعه شبیه، چهار پاره هم بعضی مسائل اجتماعی رو به زبان کنایه بیان میکنه. آب شد برف زرد کوه سپید، تکه یخها به گریه افتادند، تکه یخها چه سر به زیر و صبور، جای خود را به چشمه ها دادند. خب پس شاید مشخصه چهارپاره بارزش این باشه که دو بیت دو بیت جداست، دو بیت دو بیت قافیه عوض میشه، ولی شبیه قطعه است، فقط مصرعهای زوج قافیه دارن. این چهارمی. اما قالب بعدی بچه ها، قالب بعدی قصیده.
من اینو به دلیل اینکه فاصله بدم آوردم اینور. یه ذرم جمع جورتر می نویسم که جلو چشتون باشه. بچه قصیده هم نگاه کنید. قصیده همون سه ویژگی. یک، موضوع قصیده مدح و ستایش خداوند، پیامبران، امامان، بزرگان کشور، پادشاهان، وصف طبیعت. یکی که هر کی که میخواد توصیفش کنن، هر چیزی که میخوان توصیفش کنن، این موضوعشه. تعداد بیت قصیده حدودا بین 15 تا 75 بیته. بچه همیشه کلمه حدود رو به کار میبریم، چون حالا اگه 13 بیت بشه گناه نشده، 80 بیت هم بشه گناهی صورت نگرفته. این حدوده. میخوان یه فضای ذهنی بدن به خواننده و به شما که این حدود تعداد بیت‌های قصیده. اما طرز قرار گرفتن ردیف و قافیه‌اش کپی غزله. بچه‌ها دقت کنید، از این نظر غزل و قصیده کاملا شبیه همن. بیت اول هر دو مصرع ردیف و قافیه داره، بیت‌های بعدی فقط مصرع‌های زوج. پس موضوعی تفاوت دارن، یه جاهایی یکم شبیه میشن. طرز قرار گرفتن ردیف قافیه غزل و قصیده عین همه، تعداد بیت قصیده بین 15 تا 75 غزل بین 5 تا 15. خب قالبای بعدی بچه ها لطفاً اینو دقت کنید، من این دوتا رو با هم میگم، دو بیتی و رباعی. این دوتا قالبای دوقلو امان، جفتشون دوتا بیت بیشتر نیستن، جفتشون دوتا بیت بیشتر نیستن. منطقه دیگه دوتا اسم گذاشتن دیگه، بچه دوقلو که بدونی میگن یه اسم که نمیذارن، دوتا اسم میذارن، سعید و حمید، دوتا اسم میذارن دیگه. اینا بهشون بگید دوقلو. ها طرز قرار گرفتن ردیف قافیهشون خیلی جالبه، کپی همن. خب آقا ما چجوری تشخیص بدیم جفتشون دو بیت دارن؟ طرز قرار گرفتن ردیف قافیه عین همه. موضوعی بچه ها توی دو بیتی و زبان، من اینو اول بگم، تو خیلی هم مدارس، حالا به شما میتونم بگم، به بچه کوچیکتر نمیشه گفت. اول از این یه چیزی به نام وزن هست، شما سالهای بالاتر قشنگ میخونید که اینکه میگن آقا رباعی بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله. این تو گوشه ذهنتون باشه. یک، دو، دو بیتی ها عامیانه ترن. من تاکید میکنم رو این، دو بیتی ها عامیانه ترن، به زبون مردم کوچه بازار نزدیک ترن. دو بیتی ها رو چوپونا راحت میخونن. تو کوچه بازار کارگر داره کار میکنه، کارگر ساختمونی میخونه، راننده پشت فرمون کامیونش میخونه. دو بیتی ها خیلی عام فهم ترن. معمولا هم واکنش انسانه، واکنش حسی انسانه به طبیعت اطرافش و در قبال خدا حسیه. بچه ها دو بیتی ها شعراشی که میخونید حس میکنید که اصلا این یک رابطه حسی انسان با محیط اطرافشه، با خدای خودشه، خیلی راحت و قابل درکه. البته یه نکته کوچولم آخرش خواهم گفت، رباعی اینجوری نیستن، رباعی فلسفی هن. اصلا رباعی خیام رباعیات چه آدم میخونه، خب شما روی رباعی خیام وعدت ببرید مثلا توی چه میدونم مجلس عروسی بخونید، شاید با چوب دنبالتون کنن. اما اگه این دو بیتی بخونید شاید باش دستم بزنن، چون عام فهمتره، ولی این نه، رباعی سختره. یه چیزی هست بچه ها، باز این گوشه ذهنتون باشه، رباعی ها عمدشون مطلق نه، میگم اینا ریزکاری هایی داره که واقعا نمیتونم الان بگم، با هجای بلند شروع میشن، دو بیتی با هجای کوتاه. چیه بماند؟ واقعا نمیخواد خیلی وارد بشم، سال بالاتر میخونید، ضرورتی هم نداره. پس دو بیتی عام فهمتره به لحاظ موضوعی و به زبان عوام و مردم نزدیکتره، رباعی فلسفی موضوعش. دو بیتی واکنش احساسی انسان هاست در قبال طبیعت و خدا، رباعی حاصل تفکر، برونداد تفکر حسی نیست، بیشتر عقلی اصلا، به خاطر همین خیلی سخت سنگینه. بله 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 محمدم، این چرا نمیشه؟ من مثال بارها زدم، میگه بابت درد ما و دقت کن لفظا، بابت درد ما و هجرونم از دوست، بابت وصل ما و درمونم از دوست. ببین کی اینو نمیفهمه؟ ها اینو کی نمیفهمه؟ حالا اینور بخون،
بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. ها پس ببین هر چی تو اینا رو که میخونی حس میکنی این چقدر راحته، این چقدر قابل، این باید فکر کنی چی میخواد بگه. اصلا رباعی ها کنایات بسیار سنگینی دارن، استعاره های سنگینی دارن، پر از استعاره و کنایه است. ولی دو بیتی اینجوری نیست، دو بیتی خیلی راحته. خب بریم سراغ دیگه چی موند؟ مصمت. من سفر بکشم بالا چون مصمت مخمس رو به شما گفتن. بچه ها یه شعری هم سال هفتم مثال براتون زده بودن، مصمت و شعر نو. شعر نو واقعا قابل درکه، خیلی راحته. اصلا شعر نو رو نگم، من فکر نمی‌کنم کسی مشکلی داشته باشه. قیافه مصمت رو نگاه کنید. برای شما مصمتی که گذاشتن مصمت مخمسه، پنجتایی. چرا پنجتا مصراست؟ نگاه کنید بعد دوباره. خب من ادامهش نمیدم. تو همین به اینا میگن رشته، به اینا میگن بند. خب طرز قرار گرفتن ردیف قافیهش رو نگاه کنید بچه ها، خوب نگاه کنید خواهش میکنم. این چهارتا مثل همان اون وقت، این چهارتا مثل همان. شما چون این مدلشو دارید فقط و اینا هم مثل همان. فکر میکنم مصمت به واسطه مدل قرار گرفتن مصرعها، بیت‌ها و طرز قرار گرفتن ردیف قافیه‌اش خیلی واضح‌تر از بقیه است. بچه ها ستایی داریم که میشه مصمت مثلث، یعنی دو تا مصرع بالا است با این تک مصرعه. مربع داریم دیگه این تک مصرعها نیستن، مصرع چهارم ها به جای این تک مصرع میشینن. مخمس داریم که پنجتاییه، دو بیت دو بیت، بعد یه تک مصرعی هست که تک مصرعها هم قافیه هستن. خب محمد امین جان شما پنجم داشتید دیگه. سعدی یه شعر گفته بود ملک و شعرهای بهار، اون شعر رو به نوعی جوابیه نوشته بود که با قاعده مصمت مخمس پاسخش رو نوشته بود. گل و گل یادتون هست؟ خب بچه شعر نو هم دیگه نگم، یه شعر نو ردیف قافیه چیز ببخشید مثل بیت نداره اصلا. شعر نو که تابلوه دیگه، فکر کنم وقت نذاریم واسه اون بهتره. بریم سراغ ادامه تستامون. خب حالا بچه ها پس اگر تنها بیت اول رو ببینیم، خب بیت اول رو دیدیم، اینا بیت اول رو دیدیم بچه ها، هر دو مصرع قافیه داره، قطعاً قطعه نمیتونه باشه، حتماً قطعه نمیتونه باشه. ببین این سوال یه جنبه هوشی داره، استنباط استنتاج باید بشه. بله چهار رو بفرمایید بچه ها، تشبیه در کدام بیت ها به کار رفته است؟ آها حالا آرایه میخوایم، تشبیه حواسمون هم باشه. بچه‌ها معمولاً با شماها خیلی ساده کار نمی‌کنن، خیلی ساده کنار نمیان. تشبیه یه ذره پیچیدگی داره، دقت کنید. سهیل جان نه راحته، تعداد بیتش، موضوعش و طرز قرار گرفتن ردیف قافیه دیگه. عرض به حضورتون که بله بیت دوم بچه ها، اولی میگه که به کار رفته، بیت دوم و چهارم. بیت دوم پیدا میکنیم، مکن ما را از این درگاه محروم، چو گنجشکان مران ما را از این بون. ما را مثل گنجشک مشبه، گنجشکان مشبه آن به، چو حرف تشبیه از این سرزمین از خودت راندن میشه بچه شبه. گنجشکان رو کش میکنن توی مزرعه میگن برید پرنده ها رو. خب دو تشبیه داره بچه ها، دو تشبیه داره، این اوکی. میریم چهار. دلم در آتش قفلت مسوزان، به معنی شمع جانم برفروزان. جانم رو مثل یک شمع دانستم و قفلت رو مثل یک آتش دانستم. چهارم هم داره، همین گزینه یک. بارها گفتیم توی آزمون مدیریت زمان اینو به ما اجبار میکنه. جواب پیدا کردی دیگه بقیش برش کن برو، اگر جواب دیگه باشه تست غلطه، حس میکنن دو پاسخه میپذیرن. شما که درست پیدا کردی 100%، جواب دیگه داشت باشه تست غلطه، موزل شما نیست. بریم جلو.
بله بله تمام اینهایی که به شکل مضاف مضاف الیه مشبه و مشبه هم به هم چسبیدن اضافه تشبیهی یا تشبیه بلیغ بهش میگن. بله بله محمد امین الان نمونه دارم حتما اجزای تشبیه با تسلط داشته باشه. خب پنج رو بفرمایید من جوابارم نگاه میکنم. خواهش میکنم جوابارم بزنید. کسی هم خواست توضیح بده میتونه وارد چه با سیستم MD میتونه وارد چه بیاد توضیح بده. خب خیلی خوبه جوابا خوبه. من منتظر میگم من توقعم زیاده شما واقعا توان دارید. بله بیا رو خط. امیر عباس بیا رو خط کاری نداره بیا رو خط سوال داره پسرم. سلام استاد. سلام عزیزم زنده باشی جانم بفرما پسرم. بخشی استاد من یه سوالی داشتم به معلمم گفت اشتباهه. داخل سوال دو بیتی های بابا طاهر هست شب صفحه 110 کتاب. خب ما یه قاعده داشتیم داخل دو بیتی کلمه اولش باطنم با یه صامت مثلا دی. خب دلیل دینون بعدن اول همه رو گفته دلی بعدن لی لباسی زه بعدن اون بیت اون مصرع دوش گفته کس با دو تا شروع کرده. خب بعدن ما معلوم گفتی کس برای دو ربایی هاست. ببین من حقیقتش نمیدونم الان این چیزی که از شما فهمیدم شما مصرع دوم رو هم نگاه کردی درسته؟ بله. نه همون مصرع اول کافیه. مصرع اول اگه با هجای کوتاه شروع شده دو بیتی ها با هجای کوتاه شروع میشه. هجای بلند مال رباعی هاست. اما اگه مصرع دوم داشت یه چیزی هست من الان نمیدونم واقعا حضور ذهن الان ندارم بهت بگم کدوم شعر خوندی ولی شما اگر که تو مصرع دوم همچین چیزی داشتی میگن اختیارات شاعری میتونی حتی لحن خوندن رو عوض کنی به واسطه مصرع اول. خیلی خب. پس فقط مصرع ورودی. نه ذهن رو تعذیت نکن مصرع ورودی مصرع اول مهمه. خب حالا که اومدی پنجم به ما بگو. خب به خود شما بگو به من کدومشه. من جوابو تو سوال دادم. سوال اگه با دقت بخونی جوابو میدی. خب حالا من میگم چرا اشتباه کردی. خب دقت کن تا جان با سیستم MD. آره ببین میدونی چرا اشتباه کردی. تو سوال من راهنمایی کردم سوال بخونیم بیتای زیر بخشی از جهری بده دیگه ازی چی شد؟ دو بیتی ها این الان تو دو بیتی کامل بود. آفرین اگر دو بیت بود بخشش نمیشد که من تو سوال راهنمایی کردم. گرفتی؟ دو بیتی نیست مصمت نیست قصیده نیست پس چی میمونه؟ غزل. نکته دوم اینه شما خودم این شعر برام آشنا بود از سعدی فکنم. بله ببین عاشق کلمه عاشق رو نگاه کن میبینی؟ عشق دوستی محبت هم موضوعی هم ساختاری طرز قرار گرفتن ردیف و قافیه. ردیف و قافیه رو نگاه کن مصرع بیت اول هم قافیه داره بعد هم مصرعی داره. بله غزل به راحتی. مرسی پسرم خیلی لطف کردی عزیزم درود بر شما. من یه ذره ببرم بالاتر که بهتر ببینید. خب بچه ها شیشو بگید شیشو بفرمایید. سانیا جان کتاب درسیتون مبنای کار منتها میرم سراغ دیوان حافظ گلستان بوستان چه میدونم همه کتاب ها رو یه نوکی میزنیم بهش. بله وارد شو آیدا جان میتونی وارد شی کاری نداره. محمد جان قصیده بیت اول. سلام دخترم 30 ثانیه به من وقت بده خوش اومدی. ببخشید محمد قصیده دو بیت اول هر دو مصرع ردیف قافیه دارن مصرع بعدی فقط مصرع زوج قافیه دارن بین 15 تا 75 بیت داره موضوعش هم مت ستایش تعریف و تمجید خداوند پیامبران امامان بزرگان پادشاهان وصف طبیعت توصیف یک چیزی که خوشمون اومده یک جایی که خوشمون اومده موضوعش هم ایناست. دخترم خوش اومدی خودتو معرفی کن اول. استاد من آیده اسماعیلی هستم. خانم اسماعیلی خیلی خوش اومدی عزیزم. سوال داری اول بپرس اگر نه شیشو بفرما. نه استاد من سوال ندارم فقط خواستم سال نو رو بهتون تبریک بگم قبل از اینکه جواب. زنده باشی دخترم سپاسگزارم بفرمایید خدمتتون هستیم. خب سوال شیش گفته که قالب شعری فوق کدام است.
اول ما میایم شعر بررسی میکنیم، میبینیم که بیت مصرع های زوج با بیت با مصرع اول بیت اول هم قافیه، بنابراین بین گزینه 4 و 1 شک میفتیم و همون بیت اولو که بخونیم متوجه میشیم در مورد غزله، یعنی فکر کنم که گزینه 4 باشه، چون گفته که راستی را کس نمیداند که در فصل بهار از کجا گردد پدیدار این همه نقش و نگار. خب حالا اجازه بده با هم اینجوری بریم جلو. ما مطمئنیم که قطعه نیست، چهارپاره هم نیست، درسته؟ بله. حالا من قصیده و غزل، آیا اینجا وصف خداوند نمی کنه؟ وصف توانایی و قدرت خداوند نیست؟ چرا؟ پس اگر وصفه میشه چی؟ قصیده. غزل هم نمیشه. خب استاد مگه در مورد طبیعت و بیان احساسات نیست. کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر این همه صورت برد بر صفحه هستی به کار؟ داره قدرت خداوند رو توصیف میکنه، میگه به راستی هیچکی نمیتونه بگه که تو فصل بهار چجوری این همه زیبایی به طبیعت میاد. عقل غافله، عقل ناتوانه از این که بتونه بگه. میگه چرا خودت نمیپرسی این همه تصویر زیبا از کجا آمده، رعد و برق که اینقدر جالبه از کجا به وجود میاد؟ بعد میگه کیه اون کسی که داره وصف خداوند میکنه؟ ببین اینجا داره توصیف، همین الان گفتیم قصیده بیان توصیف، مد، ستایش، توصیف، تعریف و تمجید از خداوند، پیامبران، امامان. اینجا داره خداوند و توانایی خداوند رو که به زیبایی تو طبیعت دیده میشه توصیف میکنه. ببین همش توصیف سر تا سر. خب استاد میشه یه دور دیگه فرق غزل و قصیده رو بگیم؟ بله، غزل بیان دوستی، محبت، عشق، لطف، صفا، صمیمیت. ببین موضوعش مشخص، اصلا عاشقانه است، اصلا کلمه غزل یعنی عاشقانه. قصیده توصیف، مدح، ستایشه. اینجا اگه دقت کنی ما داریم تعریف و تمجید میکنیم، نه؟ آه بله، بسیار متوجه شدم، مرسی. زنده باشین. خب 7 رو بفرمایید بچه ها، 7 رو بفرمایید. دخترم از شما خداحافظی میکنم، عالی، خیلی خوبم توضیح داد. سلام استاد، وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر، خودتون معرفی کنید. زنده باشین. ممنون استاد. استاد من مهدی اکبری هستم. بله خانم اکبری، صدا که واسه من آشنا بود. من میگم معرفی کنید به خاطر اینکه بچه‌ها بدونن. دخترم 7 رو منتظریم شما، بفرمایید. ممنون استاد. خب توی سوال 7 گفته که در بیت 5 کدام آرای ادبی به کار نرفته است. خب استاد توی بیت 5 گفته کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غیر، غیر در واقع این همه صورت باید بر صفحه هستی به کار. خب استاد اینجا واژرایی رو میتونیم در واقع واژرایی در واقع 3 در نظر بگیریم، کیست آن صورتگر ماهر، صورت، صفحه هستی و خب 3 رو داریم، اما خب این یک آرایی در واقع بارزی نیست. میریم سراغ گزینه‌های بعدی، خب اینم رو نگه میداریم میشه خودمون. گزینه بعدی گفته که تشبیه. خب صفحه هستی اینجا اضافه تشبیهیه، بنابراین گزینه 2 هم خط میخوره. توی گزینه بعدی گزینه 3 که جواب درستمونه، اما گزینه 4 برد و بر یک جناس هست اینجا. بله که و به، برد و برگ، گر و بر اگر پیدا کنیم. این 4 رو البته اینجوری باید بگم، 4 رو ببخشید، 4 رو بایستی خط بزنیم. جناس رو هم چون داریم دیگه، کاملا درسته. مرسی خانم، بسیار عالی، درود بر شما، زنده باشی. ما تضادی نداریم، جناس که داشتیم دقت کنید، بعد تشبیه که داشتیم، صفحه هستی، روزگار به صفحه نقاشی تشبیه شده، دنیا به صفحه نقاشی تشبیه شده، اینجوری قشنگتره، روزگار نه دنیا قشنگتره. و واجارایی هم که زیاد داریم، راستی را کس نمیداند که در فصل بهار، واجارایی ر، و اینجا که از خاک تاریک، واجارایی ک، پس تو شعر اینا دیده میشن. مرسی دخترم، ممنونم، خیلی هم عالی. اما این دختر من آیناز میگه 5 چرا قصیده نمیشه؟ آیناز جان دقت کن دخترم، من بخشی از یه شعر رو گذاشتم، ببین عاشقم بر همه عالم، عاشقانه است، اصلا کلمه عشق جیغ داره میزنه. شاهد یعنی معشوق، از نظر محتوایی هم داره به غزل بودنش داد میزنه، من غزلم. خب بریم جلو بچه ها، 8 رو بزنید، جوابتون هم بزنید، هر کم اومد میتونه بیاد. بله آیناز به خاطر موضوعشه. معصومه جان
آره عزیزم، شکر رو شکر جناس دارن. بله زهره جان، با ام دی باید بیای دخترم، با اچ دی نمیتونی بس شی، سیستم تو بکن ام دی بیا. ببین تو بیت پنج نباشه هم، ببین بچه ها گفتیم تو شعر تو یه بیتش باشه کافیه، نگفتیم بیت خاصی. اگر گفتیم کدوم آرایه تو شعر هست تو یه بیتش باشه کافیه. خب هشتو ببینم چیکار کردین. بله محمد امین، اضافه تشبیهی مثال زدم گفتم ببین اگر مضاف مضاف الیه مشبه هم به هم مشبه کنار هم بیان اضافه تشبیهیه. الان اینجا گفتیم صفحه هستی دنیا رو به صفحه نقاشی، سلام یه لحظه به من اجازه بده، دنیا رو به صفحه نقاشی تشبیه کرده دیگه. هستی دنیا صفحه منظور صفحه نقاشی، مشبه مشبه هم به چسبیدن مضاف مضاف الیه اون میشه اضافه تشبیه. سلام عزیزم، خودتو معرفی کن لطفاً. امید تو پسرم. آقای خادم زاده خوش اومدی پسرم، بفرمایید. خیلی ممنونم. خب گفته در سال 8 آرایه های بنشه درباره کدام بیت درست است؟ کوه و دریا و درختان همه در تسبیح هستند، مستمع فهمند اسرار. خب تلمیح داره، چون این کوه و دریا و درختان سوره فکرم یه سوره بود آیه 44ش بود. بله بله بله. تو قرآن هست. بله. تلمیح هست ولی مبالغه نداره. بارکالله. بنابراین خب این غلط دیگه. بله این جواب ما نیست. بله گزینه سه، یه عقل حیران شود از خوشه زرین انر، فهم عاجز شود از حکم یاقوت انا. خب تشخیص میگه که عقل حیران شود از خوشه زرین انر. تشخیص داریم دیگه، تشخیص داریم. تضاد چی؟ تضاد من پیدا نکردم. بله نداریم، پس اینم جواب ما نیست. آره اینجا حیران شدن عقل توسط خوش زرین اینم تشکیزه. بله بعد گزینه چهارم گفته نعمت از با خدای زعدت بیرون است، شکر آمتو هرگز نکنند تو گذار. تلمیح داره ولی مبالغه نداره. بله پس جواب ما میشه گزینه دو، چون هم تناسب دارم با جارایی. بله بله متشکرم پسرم، بسیار عالی، درود بر شما، خیلی خوب. من بچه یه لحظه برمیگردم، یکی بچه ها چیزی نوشته. پسرم اگه اشتباه نکنم یکی بچه ها نوشته آقا اینجا میخندد و میگریت تضاد داره، چرا شما گفتید تضاد نداره؟ عزیزم سوالو دقت کن، بیت پنجم گفتیم قربونت، یک دو سه چهار پنج، اون میخندد و میگریت تو بیت چهارمه. متوجه شدی چی شد؟ ما تو بیت پنجم خواسته بودیم. خواهش میکنم سوالو با دقت بخونید. بسیار هم عالی. حالا نوبت سوال نهه. من واجرایی رو هم خواهم گفت، حتما وقت اضافه میارم، واجرایی رو انتها میگم بهتون دخترم. چشم. خب محمد جان درخواست وصل شدن بدی، سیستم وصلت میکنه خواستی. خب سلام استاد. سلام عزیزم. در علی امیر مصلی هست. بله علیاها درسته؟ امیر عباس. امیر عباس چرا من علی شنیدم پس؟ ببخشید امیر عباس جان. علی بیگی شهرتم. آها 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 بسیار عالی. نه رو میخوای بفرمایید، در خدمتیم، سوالم اگر داری بفرما. استاد سوال که پرسیدم اما تکرار داریم اینجا. خب مگوی مگوی. بله خب بعدا تضاد هم اینجا داریم، کم گوی بعدا مگوی. بیش کم و بیش. کم و بیش هم داریم دیگه حالا. بله بعدن کنایه داریم از این که میگه درست حرف بزنم به مصلحت زیادتون پرحرفی نکن. باریکالله به اندازه حرف بزن. اما من هیچ تشبیه اینجا ندیدم. کاملا عالی آقا، کاملا عالی، درست، بسیار عالی. اما منم خوشگلتر توضیح دادی، درود بر شما، متشکرم. آره بنیامین عملا تکرار یکی از چیزاش اینه که شعری که ردیف داره تکرار داره دیگه. آره بله تکرار قانونش اینه که کلمه تکرار شده باشه دو بار حداقل، ردیف خودش همین کارو میکنه دیگه. بله پاهناخونه دیگه. به خاطر همین من اصلا با آرای تکرار میگم بچه اصلا نگی هم میدونه چیه، تکرار شده دیگه به همین راحتی.
نه کمگوی و نگوی تضاد ندارند، یادتون باشه کم و بیش میتونه تضاد داشته باشه، کمگوی و نگوی میتونه تناسب داشته باشه، تضاد نداره. خب از پسر گلم هم خداحافظی میکنم، بریم سراغ ادامه داستان. سوال 10 و 11. آها بچه ها میبینید چقدر راحته؟ قیافه شرک داد میزنه قالبش چیه؟ بزنید بینم دیگه، اینو 100% باید بزنید، واقعا همه باید 100% بزنن، میتونن. بچه این شعر چه قالبی داره؟ هنوز عده غلط زدن، یه عده کمی غلط زدن، ولی خیلی ها درست زدن. بچه قیافه این شعر داره داد میزنه من چیم؟ چند لحظه قبل گفتم این قالب شعر رو. بله مصمته، بله رشته بند. ببینید بچه ها البته این ساکن مسجدش کارو خراب میکنه، ولی مصمته. حالا این احتمالا باید اصلاح بشه، حالا چی بوده؟ شاید کلمه دیگری بوده تو اینجا که من پیدا کردم، این شکل بوده منم تایپ کردم، ولی علی ای حال مصمت بودنش رو نگاه کنید بچه ها. بندها حالا شاید هم استثناست دیگه بچه ها، شاید هم استثناست، یه مثالی زده استثناء اومده، ولی داره نشون میده مصمت بودن رو. خب 11 رو بگید. تناسب مراد نظیر محمد امین، کلمات به هم مربوط باشن، توی نوشته رابطه معنایی در واقع نزدیکی داشته باشن. میگم محمد چش تشبیه رو هم میگم. خب 11 رو ببینم، بسیار عالی. کدام آرای ادبی مشاهده نمیشه؟ تناسب. بچه وقتی توی نوشته ای میگه که عشق موجه، عشق چشم موجه، تناسب دارن دیگه بچه ها، نه؟ عابد زاهد شب زنده دار، راکع ساجد تناسب دارن دیگه، رکوع سجود. پس تناسب داریم، تناسب وجود کلمه هایی که به دلیل منطقی با هم ارتباط معنایی دارن. این هست، ما دنبال اونیم که نیست. بعدی کنایه، فرض کنید نمیدونیم. تضاد رو که راحت میتونیم بگیم هست یا نیست بچه ها. ببینیم تضاد رو میتونیم پیدا کنیم؟ نشد. پس بریم سراغ دوتای دیگه. کنایه پره. خواهد به سرایت شب هجران تو یا نه؟ کنایه از اینه که کی میای؟ ما منتظر کسی هستیم بیاد؟ منتظر ظهور هستیم کسی بیاد؟ پس کنایه رو داریم. تشبیه نگاه کنیم بچه ها. بچه ها تیر غم، غم به تیر، مضاف مضاف الیه، اضافه تشبیهی. شب هجران، دوری به شب تشبیه شده. شب مفهوم غمناکی داره دیگه. خب پس ما تشبیه رو هم داریم. چی نداریم؟ تضاد. بگردید ببینید کلمات متضاد میبینید؟ باریکالله، باریکالله، باریکالله. یکی حواسش بود. این خوبه. آها این خوبه. خب بچه ها یکی حواسش بود، میگه که یه نفر دیدم، بقیه نگر ما هم گفتیم، من یه نفر دیدم. میگه آقا وصال و هجران با همدیگه تضاد دارن. بله درست گفت. خب حالا گوش بدید بچه ها، تو آرایه‌های ادبی این حساسیت هست. خواهش میکنم دقت کنید، این سوال این موضوع رو برای من واضح میکنه. بگم گاهی وقتی به ما میگن تضاد داریم، تناسب داریم، فلان، میگن تو فلان بیت، حتما ما تو یه بیت باشن کلمه ها، ما
من اینجا گفتم تو شعر وصال و هجران تضاد دارن، اما اگر مثلا بگن بیت اول چون دو کلمه تو یه بیت نیستن در اون صورت تضاد نگیرید. کاملا درست بود بچه ها. تناسب همون مراعات نظیره داریم، مفاهیم کنایی داریم، تشبیه داریم، تضاد داریم، ولی تضادمون رو دقت کنید تو یک بیت نیست. این خیلی مهم بود من اینو بهونه کنم بگم. حتما من الان گفتم توی شعر و درست تضاد، ولی اگر نگن تو شعر بیت به بیت بخوان اونجا تضاد نداریم. خواهش میکنم فرق این دوتا نوع سوال رو دریابید. اگر توی بیت نخواستن تو شعر خواستن بله، هر کجای شعر میخواد باشه، ولی وقتی میگن بیت دوم، بیت سوم، بیت پنجم حتما باید توی بیت باشن. اینو من اینجا واجب دونستم بگم. پس این هر چهارتاش درسته، ما همه رو میبینیم. اما دوازده بفرمایین بچه ها حکایت رو بخونید بگید کدومش نیست. مشاهده نمیشود دیگه، حالا دیگه مشاهده نمیشود تو حکایت. شبکه معنایی، زنجیره معنایی، آیناز جان، همون تناسبه، همون مراد نظیره. بله اسامی چند تا اسم یه مفهوم دادن. مهدی جان اگر رسیدم میگم و نرسیدم آفلاین رو تماشا کن. بله مرسی، درصد قابل قبول ولی هنوز کافی نیست توی این سال. بچه هرچه نباید از خود دور گردانم کنایه داره. مال اون که مشاهده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی هرچی بدیه بریزم دور، هرچی تو وجودم بدی هست بریزم دور. تشخیص اون سنگ آسیاب داره حرف میزنه، داره. تناسب بله اسب افسار داریم، اما مبالغه ما اینجا نداریم بچه ها. هیچ مبالغه ای نداریم، هیچ مبالغه ای نداریم. خیلی هم واضح بود. سیزده رو بفرماییم، سیزده رو بفرمایید. همینجا تشبیه رو من بگم. خب بچه ها ببینید میگه تو کدوم تشبیه نوشته شده. تا چند منزوی در کنج خلوتی، در بسته تابکی در محبس تنی. تن به زندان تشبیه شده، محبس تن. تن مشبه، محبس مشبهان به. توی بیت اول البته باید میدارم نوشته نشده است. تو بیت اول بچه این نشده استه، این نشده استه، یه نون اضافه میکنیم. تو بیت اول تشبیه داریم، اضافه تشبیهی، مشبه ها مشبه هم به شکل مضاف مضاف الیه. تو بیت دوم تشبیه داریم، تا کی آخر چو بنفشه، تشبیه داریم دیگه، سر غفلت در پیش. توی بیت سوم تشبیه داریم دیگه. خب تو بیت چهارم تشبیه نداریم. بچه من اینجا شما رو گمراه کردم. اگر سوالمون این باشه نوشته نشده است. من گمراهتون کردم، ببینم حواستون بود یا نه. سید رضا مجیدی اگر میتونی واسشو بیا بگو ببینم متوجه شدی یا نه. من گمراه کردم بچه ها رو، ببینم حواستون بود یا نه. سید رضا مجیدی میگه آره، ببینم میتونه بیاد. بارکل علی آقا تو هم درست متوجه شدی، مرسی. خب سلام، خیلی اینترنتت مشکل داره پسرم، نشد ارتباط بگیری. خوب سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. ممنون استاد. خب استاد توی این سوال گفته که در کدوم بیت همه قسمت های تشبیه نوشته شده. مرسی. یعنی هم باید مشبه رو داشته باشیم، هم مشبهان به، هم عدد تشبیه، هم وجه شبه. حالا توی گزینه ها رو اگر نگاه کنیم، گزینه یک مشبه و مشبهان به رو داریم، اما قسمت های دیگر رو نداریم. بنابراین گزینه یک درست نیست.
توی گزینه دوم گفته که حالا توی گزینه دوم اگر بخوایم نگاه کنیم استاد توی بیت حالا قسمت اول گفته تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش، اما خب اینجا نگفته تو، یعنی تو محفوظ الان در این قسمت، بارک توی گزینه دو هم خط میخوره. حالا توی گزینه سه گفته که زلف تو همچون شب است تار و سیاه. خب استاد زلف تو که اینجا میشه مشبه همچون اعداد، شبم که خب قطعا میشه مشبه هم به تار و سیاه هم که خب میشه دلیلش و بچه شبه، بنابراین گزینه سه درسته. متشکرم، ممنونم، ممنونم خانم، درود بر شما، مرسی، زنده باشین. بچه ها گوی سعادت هم اینجا تشبیه داشت، من دو بار در واقع گمراه کردم. یکی اینکه ما اینجا گوی سعادت داریم، خوشبختی به یه گوی تشبیه شده، مثل اینکه بعضی میگن خوشبختی پرنده، خوشبختی به پرنده تشبیه میشه، ولی همونطور که گفتم اینجا بود اصلش، همه قسمت ها رو خواسته، درسته هر چهار تا تشبیه دارن، ولی همونطور که دخترم گفت تو گزینه سه زلف تو مشبه، اونی که میگفت تشبیه، من چیزی رو به چیزی شبیه کردم، زلف تو مشبه، شب مشبهان به، همچون حرف یا ادات تشبیه، تار و سیاه بودنم و چه شبه. هر تشبیه چهار قسمت یا رکن اصلی و درست داره، دوتاشون اصلی ترن، مشبه و مشبه به که باید باشن، که مثلا در محبستن، مثلا در گوی سعادت، مثلا توی این دو تویی که پنهان تو فعل مشبهه و دیگری مشبهان به، این دوتا 100% باید باشن که تشبیه داشته باشیم، ولی اینجا هر چهار رکن رو تو گزینه سه داریم. خب میریم سراغ سوال 14 و 15، بزنید ببینم. چشم آیناز جان، شد چشم. نه محمد به خدا تشبیه سخت سخت نیست، اشتباه میکنه، خیلی مثل آب خوردنه. بذار من وقت بیارم سریع بهت میگم با مثال. معصومه جان استعاره و مجاز رو نمیخوای دخترم، کتاب درسی نیست، تو آزمون سمپادم نمیاد، ذهنتو پاک کن. الان چون MP3 میخوایم کار کنیم به قول خودمون خیلی فشرده و چکیده مباحث داریم میگیم، بنابراین چیزایی که لازم نیست من میگم آرامش پیدا کن. استعاره مجاز نیست، تموش، نمیاد کتاب درسیتون نیست، اونجا هم نمیاد. خیالت راحت دخترم. خانم غلامی عزیز مبالغه رو معذرت میخوام، من توضیح دادم خدمت عزیزم، بزرگ نماییه، یه اتفاقی تو حالت معمولی، خیلی معمولی میتونه اتفاق بیفته، ولی ما اونو خیلی بزرگتر از ظاهرش جلوه بدیم. مثال ساده، مثال ساده میگم، شما 13 روز توی این تعطیل بودی، فرض کن عین 13 روز بگردی، نهایت میتونی 5 تا 10 تا شهر رو بری بازبینی کنی. اگر بیای بعد از تعطیلات نوروز بگی بچه ها من 50 تا شهر رو در تعطیلات عید رفتم گشتم، میگن داره مبالغه میکنه. یعنی امری که تو حالت معمولی کم شدنیه و این عددی که شما میگی غیر عادیه، نشدنیه، به این میگن مبالغه دخترم. امیدوارم جوابتو گرفته باشی خانم. تضمین هم استفاده از خود آیه یا خود حدیث کامل به شکل عربیش توی شعر یا نوشته بهش میگن تضمین، یا یه شاعری تو شعرش از شعر شاعر دیگه استفاده کنه اونم تضمینه، مثل همون مسمته که بهار، ملک و شعرهای بهار شعر سعدی رو عیناً داخل شعرش گنجونده بود، به اون میگن تضمین. خب سلام، سلام عزیزم، لطفاً معرفی کن خودتو. ابوالحسن هستم. استاد ببخشید یه سوال داشتم. جانم، جانم. زلف استعاره از مویه. مثلا متوجه نشدم. یه بار دیگه بپرس. زلف استعاره از مو است. زلف؟ بله. چرا استعاره باشه؟ زلف اصلا زلف اینجاست دیگه. زلف خود موه دیگه. زلف خود معنی مو رو میده. مثلا میمونم عالمی برفتاش. در اینجا عالم استعاره از مردم عالمه، درسته؟ ببین استعاره، من کلیش توضیح میدم خودت قضاوت کن. ببین من میگم که مثلا یه دوستی داریم ما، خب یه دوستی داریم خیلی سری میدوه، یوز پلنگ میدونیم معروفه به سری دویدن، درست شد؟ بله. بعد ما میگیم که بعد مثلا میخوام بریم مسابقه، معلم ورزشون میگه که برای مسابقه دو سرعت یوز پلنگو میبرم. آیا یوز پلنگو داره میبره یا اون دوست ما رو میبره؟
دوست من داره. پس اینجا در حقیقت دوست من به یوز پلنگ تشبیه شد، در واقع در بستر اولیه استعاره تشبیهه. حالا دیگه دوست من رو نمیگم، یوز پلنگ رو میگم ولی منظورم دوستمه، این میشه استعاره. پس من یه کلمه دیگه رو میگم، مشبهان به رو میگم ولی منظورم مشبهه، این استعاره است. حالا تو مثالهایی که زدی آیا چیزی که میگی چیز دیگه برداشت میکنی؟ اگر مفهوم چیز دیگه است، چیزی رو به چیزی شبیه کردی و جایگزین به کار میبری استعاره است، اگر نه که خیر. مثلا زلف خود موه، وقتی که میگه زلفش را شانه میکرد یعنی موش شانه میکرد، اینجا استعاره نداریم. مثلا بگیم که جامی موشیدم، خب تو این منظور اینجا مختبیت جامی دیگه، این مجازه، این مجازه، چون خود جام، جام یعنی لیوان، تو خود لیوانو که نمیخوری، محتوی لیوانو میخوری، خب این مجازه، استعاره نیست. زنده باشی. خب پسرم 14 رو میگی حالا؟ آمون هستی؟ باشه. آقا تضمین که نداریم؟ بارکالله. بچه ها تضمین وجود آیه یا حدیث عیناً بود، تضمین نداریم. پس اینی که تضمین داره خط میخوره. خب؟ تضاد که داریم اون هیچ، خب تضاد اینجا داریم، ما نمیزنیم، آتش در سینه داریم از نیکان شما، نیاکان شما، نیاکان شما، هرگز چون چراغ، چون چراغ لاله میسوزد. آقا تشبیه داریم؟ بارکالله، بارکالله، بارکالله. در خیابان شما تشبیه داریم؟ آه تلمیح فکر کنم نداریم، بارکالله، تلمیح نداریم. خب پس این دو هم خط میخوره دیگه. بله مبالغه هم تونجر مبالغه هم نداریم. بارکالله آقا، بارکالله آقا، آفرین، درود بر شما. یک دو سه حذف شد، به خودی خود چهار مون بچه ها، به خودی خود چهار مون. کنایه پره، چون چراغ لاله سوزن در خیابان شما، کنایه داره، همش پره، کنایه پره. آتشی در سینه دارم از نیاکان شما، یعنی من وجودم یک ارثی از نیاکان شما به ارث رسیده، میتونه زبان فارسی منظورش باشه. کنایه داریم، واجارایی که پره، میشه مثلا چه میدونم الف رو گرفت یا آ رو گرفت یا دال رو گرفت یا نون رو گرفت. ای جوانان عجم، جان من و جان شما، ببین واجارایی نون. اون پسر یا دختر من که گفت واجارایی رو بگو، همینجا میگم دقت کن، واج، نه حرف الف با، چون برخی واج ها صداست، مثل آ، مثل او. واج صدای س، حالا چه به شکل صاد باشه، چه سه سه نقطه، چه سین باشه، خب وقتی تکرار داشته باشه بهم میگم واجارایی. تکرار واج بیشترش چشمی میشه حروف الف با، ولی اصلش شنواییه، چون ممکنه که مثلا ما سه داشته باشیم ولی سه های مختلف باشه، صاد، سه، سه نقطه، سین باشه، ولی واجارایی داریم در اون صورتم. پس تکرارش واجارایی هم داریم، تناسب هم که داریم دیگه. حالا مثلا تو بگو که چه میدونم من و شما، تناسب دیگه، حالا زیاد داریم، بنابراین هر سه تا اینو داریم تو شعر. آقا خیلی ممنونم، بسیار عالی توضیح دادی، درود بر شما. خب و 15 رو بزنید بچه ها. 10 تا هم تکلیف گفتم قرار میگیره تو سیستم واسهتون، میتونید برید اون تکلیف ها رو انجام بدید، جلسه بعد اونها رو بررسی میکنم، دیگه جنبندی نهاییتونه دیگه، باید مسلط بشید به این داستان. نه نه، واجرایی واجه کلمه نیست، واجرایی واجه م ب ز آ او لک، اینا واجن. خب 15 چی شد بچه ها؟ خب قطعه که نیست، میدونیم قطعه نیست، خست بچه ها. بیت اول و آخر یه شعر رو نوشتیم، پس من همه بیت ها رو ننوشتم، درسته؟ ببینید بچه ها دقت کنید، بیت اول آخر یک شعر، پس همه بیت ها رو ننوشتم، پس بیشتر از دو بیته، پس نمیتونه دو بیتی ربایی باشه،
به خودی خود چی موند؟ سوال با دقت بخونید، اونجا راهنمایی کردم، گفتم بیت اول آخر، پس این بیشتر از دو بیته، دو بیته رباعی رفت. قطعه هم که نمیتونه باشه. چرا؟ خیابان و جان و نیاکان و غزل. خب بله بله بچه ها، من برم واجاره که گفتم تشبیه هم توضیح دادم. فقط الان خواهش میکنم سوال، من حدود 3 دقیقه دارم، 3 دقیقه و نیم، یه دونه دو تا سوال میتونم جواب بدم. زنده باشین، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. یلدا جان وست شو بیا سوالاتو بپرس سری، وست شو بیا. تلمیح رو باید به مفاهیم آشنا بشید. بعد بچه ها تلمیح هفتم هشتم نهم فقط همون رو از شما میخوان، خارج از اون نمیخوان. زیاد نداشتید مفاهیم قرآنی که تو اشعار و حکایات هستن، مشخصه دیگه، بیشتر احادیث و مفاهیم قرآنی کتاب درسیتون فقط، خارج از اون نمیخوان. باید به مفاهیم تسلط پیدا کنید. دخترم اومدی سوالاتو بپرسی؟ محمد سینا استاره رو بذار کنار، تو آزمونت نمیاد عزیزم، ذهنتو رها کن راحت، چرا اذیت میکنه خودتو؟ کوثر جان بدلم نمیاد، تمیز و بدل شما کتاب درسی ندارید، بذارید کنار. اینا رو من به خاطر میگم که ذهنتون آزاد کنید راحت. ممکنه تو مدرسه گفته باشن، همونجا مدرسه میخوان، تو آزمون استاد درخشان نمیاد، کتاب درسی ملاکتونه. اصول به معادلم همینطور. ناگهان آینه چینی شکست، خوب شد اسباب خود بینی شکست. اصول به معادله اصلا نمیخواد بیارید، بلش کنید. مجازم نمیاد نه. پارمیس جان استعاره عزیزم دخترم آمدن یه طرف تشبیه به جای طرف دیگه است، کلن مشبه مشبه هم به هر کدومو به جای اون یکی بگی فقط اونو بیار، اون دیگری نباشه، این استعاره است. تو ذهن تشبیه بساز، یکشو حذف کن اینو جای اون بگو، میشه استعاره. اون متین جان مال زمانیه که دانش زبانی رو بررسی میکنیم، الان نه. تخلص اسم شاعر میاد، بیت آخر غزل، سعدی یا حافظ، تخلص. لطف داری سانیا جان، ممنونم دخترم، در خدمتون هستیم. اضافه تشبیه محمد جان، اضافه تشبیه نگاه کن، همین پایین نمونه می نویسم دیگه. برای خداحافظی میگیم که خوب نگاه کن، الماس چشم. بچه چشم که برق میزنه به الماس تشبیه شده، این الان یه ترکیب اضافیه، چشم مشبه، این اضافه تشبیهیه. الماس که چشم رو بهش تشبیه کردیم مشبهان بهه، وقتی مشبه و مشبهان به شکل ترکیب اضافه بیان بهش میگن اضافه تشبیهی. بله هوش کلامی هم داریم. بله بله بله. خب همه تونو به خدای بزرگ میسپارم، خسته نباشین. جلسه بعد که ایشالله جلسه یکمون هست، ما وارد دانش زبانی میشیم، یه دو جلسه هم تو دانش زبانی و مباحثش میمونیم با تست ها. تکلیف هم برید برده 10 تا دونه تست بزنید. همه تونو به خدا میسپارم، آرزو موفقیت دارم، مراقب سلامتی هم خیلی باشین، خدا نگهدار.